אוקיי, בשם השם נעשה ונצליח, תהילים, מזמור 70, ברוך השם, זה לנדמרק, מזמור 70, ועד עד שעד 18 וכולי, מזמור 70 עשים, זה שורט מזמור, שלא דו ג'לסה ורחוש מכונים, יודעתונה כי ג'לסה רב, מזמור רבי, רג'בי גלות וגאולה בוד, מועפתו בתפסיל סובת קעדים, و بارها صحبت کردیم که تهیلیم هم رجب گالوت و گیولایی که صحبت میکنه هم شخصیه و هم ملیه. اینجا داوید الملک سویچ میکنه به some kind of personal، یه چیز گالوت شخصی. و جالبه که این مزمار 70 چند پاسخش more or less duplication مزمار 40، مزمار مم. فرقش اینه که اینجا داوید الملک میدونیم دو دفعه همه زندگیش تلاش بود و همه زندگیش فرار بود و جنگ بود، ولی دو مرتبه داوید الملک میدونین اصلا رفت گالوت، رفت به اگزایل و اصلا و عبدیدن گالوت بدترین مجازاته. گالوت این آدم اصلا منقلب میکنه، آدم وقتی خون خودش نیست، خون کاشونه نداره. و دیدیم داوید الملک جایی وقتی رسید که اصلا داشت از قحطی، داشت از گشنگی داشت میمرد، که رفت یادتون بتمیق داشت رفت لخم اپانیم خورد که اصلا سوره، ولی پیکوخ نفش دو خطر کل خطر جانی. اون وقتی بود که یک تعقیب و بسا چیز که شاول بود، وقتی شاول میخواست بکشتش. مزمور 40 راجع به اینه. مزمور 40 با هم دیگه خوندیم اینا، وقتی که داوید الملک علیه السلام از گیر شاول فرار میکرد و تو گالوت بود. اینجا این مزمور راجع به گالوت دومشه. گالوت دومش از کی پیش کی فرار میکرد؟ پسر خودش افشالوم. افشالوم میخواست بکشتش، که شبانه داوید الملک مجبور شد فرار کرد. و این مزمور کوتاه، مزمور توکینگ راجع به قبلا ما داشتیم، اولی تقریبا داشتیم این جنگ تو به چیز افشالوم، اینجا اسمی هم ذکر نمیکنه، ولی همونطور که ملبیم توضیح میده it's very clear که این یکی، این گالوتی که اینجا و این تقاضای فرج و نجاتی که داوید الملک میکنه وقتی که پسرش میخواست بکشتش افشالوم، این این رحم پدری ها، it's amazing که اتفاقا میدونیم یه خان شمولویتس همیشه قبل از کیپور میرفته ید افشالوم، ید افشالوم پایین کتل، اگه برین اونجا هم نزدیک تو ایرادکا تو شهر قدیمی یروشلایم اشلما، اونجا ید افشالوم که افشالوم اصلا خودش یک مانیومنت درست کرده، همیشه خانم شمولویتس میرفت اونجا تفیلا میخونده قبل از کیپور واسه همه قوم اسرائیل. چه عجب اونجا، میگفت ببین اینجا این افشالوم میخواست پدرشو بکشه، افشالوم میخواست پدرشو بکشه. و خونیم تو ناوی و اگه جدن حرف اخیتوفل رو گوش کرده بود داوید و همون شب حرف اخیتوفل رو افشالوم گوش کرده. اخیتوفل یادتون یکی از مشاورای بالای داوید بود که بعداً همدست شد با افشالوم بر علیه داوید، و وقتی که اونجا اینو رفتن و داوید فرار کرد از قصر شبانه، اخیتوفل به افشالوم گفت ببین همین امشب ولش نکن، دنبالش کن بریم بکشیمش. ولی یکی دیگه، یکی از دوستای داوید اونجا بود، چیزش کرد گفت نه صبر کن بذاریم شب استراحت کنیم فردا تازه نفس میمونیم اینا، این باعث شد داوید نجات پیدا بکنه. بعدن افشالوم و یوآب بن سوریا چیز اینا میکشنش، سرلشکر داوید اینا میکشنش، جنگی میشه اینا. ولی داوید الملک چقدر اونجا میگه افشالوم افشالوم بنی افشالوم، هی میشه افشالوم افشالوم، پسر خوزه بکشتش. ولی مهری که پدر مادر و بچه ها دارن it's beyond imagination. و اتفاقا دیبارا میگه که اونجا فکرم هفت شیش دفعه میگه افشالوم افشالوم، یه داوید با تفیلاش افشالوم از هفت تا چیز جهنم آورد بیرون، با تفیلات گریه کرد درگاه هشتم. حالا چه عجب رو بخم شمولویتس قبل از کیپور میرفت ید افشالوم، گفت خدایا ببین این افشالوم چقدر راشا بود، چقدر بر علیه پدرش میخواست بکشدش، ولی با وجود این پدر چقدر بخشش داره که بعدش دازه چقدر تفیلا خون که نجات شد، اصلا چقدر با یوآب بن سوریا اینا چیز کرد که چرا بچه منو کشتی.
باش که خودش خطا کرده. ما هم بچه های تو هستیم ما هم بچه های تو هستیم، تمرد کردیم، هر چی بگی کردیم، ولی تو پدری، تو داوید هم پدر بود، یعنی به ما رحم بکن. این رحمی که جدا پدر مادر به بچه دارن، چه بچه پدر مادر نداره. This is known. میگن چون همه خصالی که ما داریم از آدم و خوا است. آدم و خوا بچه داشتن ولی پدر مادر نداشتن. بنابراین عواطف پدر و مادر به بچه را ما از اونا به ارث بردیم. ولی اینکه عشقی که پدر بچه به پدر مادر چون پدر مادر نداشتن ما هم نداریم. همونطور گفتیم که همه با این لاز مسئله داریم، به خاطر همینه که آدم و خوا هم این لاز نداشتن. دیدن پدر زن و مادر زن اینا اصلا واسه این بهش واسه ولی ما بلد نیستیم چجوری هم تو دیل بدن. So we don't know because everything we inherit از اونها به ارث بودیم. در هر صورت این مزمور 70 عین اگه بخواین if you want to be good students of Tehillim باید این لید ملبی رو باید فالو کرد و مقایسش کرد. اینجوری که ملبی میگه پاسوقای بت تا واو اینجا، دو تا شیش اینجا خیلی کم و بیش مثل 14 تا 18 مزمار ممه. Both of them هر دو تایش راجع به اسکیپ صحبت میکنه، راجع به فرار صحبت میکنه، راجع به گالوت صحبت میکنه و تقاضا به درگاه هشم که خداوند بیاد و به نجاتش. ببینید it's amazing. اون کیس اولیه داوید الملک چند سالش بود؟ 30 سالش بود. کیس قبلی وقتی از شروع جدا داوید الملک 28 سالش بود که پادشاه شد. So he was in his late 20s, early 30s. اینجا داوید الملک 65 سالش. یعنی 5 سال بعدش دیگه مرده. بله. اینجا داوید الملک الان دیگه یکی جوان جنگ جو قبلی نه نیست. و اینجا این که داره از پیش افشالوم فرمانی ببینی could see تمام زندگیش it was challenges. تمام زندگیش یک اصلا این بشر میدونی راحتی آسایش هیچ وقت نداشت. و جدن it's amazing که با تمام این فشار را با تمام چیزا داوید الملک این تهیلی ما نوشته. تهیلی میدونی این روح قدشه. آدمی که دیپرس باشه، دکوراژه باشه، خودشو به بازه اصلا نبوت نداره. So this is really ببین خودی نیست که شاعر زیاد بوده. شاعر زیاد بوده. چه عجب اینقدر این تهیلیم واسه ما ارزش داره. اینقدر میدونین اینقدر اساسی تو زندگی ما. Because این داوید الملک یه آدمی مثل ما هست. ولی you see what he went through. He had all the بارها گفتیم. تمام رنگای روزگار دیده بوده داوید الملک. اینکه داوید الملک یه فره نه میگن 70 رنگ تو چشماش بود. یعنی همه رنگای روزگار دیده بود. ولی هیچ وقت خودشو نباخت. ایز اپ در همیشه و چی همیشه با قدرت امونا. داوید معذرت خواهم در چه سنی تهیلیم رو نوشت؟ بله؟ داوید در چه سنی تهیلیم رو نوشت؟ به تدریج. I think به تدریج. It was in one shot. یعنی از جوانی شروع کردم. Yes. Apparently, yes. خب این خیلی از این اتفاقات میدونین. فکر نمیدونم. I don't فکر نکنم که آخر عمری بوده. It seems like اینا چیزهای مختلف بوده. مثلا بعضی وقت میگه بگه کارو دفیلو داوید بن ایشای میگه. بله. داوید ناوی بود اصلا. بله. ولی پس چه جایی یه ناوی دیگه میرفت پیشش همیشه میگفت. درسته. ناتان ناوی میرفت پیشش. گاد ناوی که تو. فاین. He wasn't the only prophet. تو جنریشنه بازم ناوی دیگه هم بودن. فشور بودن. ولی داوید خودش هم ناوی بود. حالا این یه هشم ببینین ناوی. ناوی از همه ناوی ها به جز مشربن آلا و اشالام همه شون پسیو بودن. مفعول بودن. هر وقت هشم میخواد این چیزی نگاه میشه میده بهشون میده. هر وقت نداد سید نمیتونستن اینیشیل کنن. تنها استثنا داوید مشرابینو. مشرابینو میاد صبر کنید بذار هشم چی میگه. This is it. همونجور رشه میگه بگه اشره لود ایشا. رشه میگه که خوشا به حال کسی یک مادر متولد شده، آدمیزاد از یک مادر متولد شده و تو این درجه هست که میگه میتونه با هشم حرف بزنه. یعنی خودش اینیشیل بکنه. بقیه ناویا کاملا مفعول بودن. آقا دوش برو خوب مسیجی که میخواست بهشون بده بهشون میداد. حالا اینجا داوید الملک یس یه روح خواهدش رو بهش داده ولی خیلی چی داره دیگه نه نشان توسط ناوی ناوی میفرسته گادن ناتان ناوی میفرسته کسا دیگه میتونه پیشه فاین سو لمنتسیخ لداوید لحزکیر لمنتسیخ لداوید لحزکیر چه عجب اینجا حرف از لحزکیر میزنه میفرماین که چون اینجا حرف از
لذکر میشه میشه تو ریمایند کردن تو منشن تو منشن ریمایند ریمایند کردن ما که تهیلیم چهل داری بگی دیگه ریمایند تهیلیم چهل اوکی نه ولی اون یه دفعه دیگه همین لذکر اومده تو لامنطقه تو مده فکر کنم ولی اینجا که میگی که لامنطقه لداوید لذکر میگن که چون اینجا آدم باید هر لحظه ما تو زندگی به گیولا احتیاج داریم من تو عرض کردم ما الان در این دوران یه خورده آرامش قبل بین دردهای زایمان هستیم ببینین ربی روخ هم میگه که اتفاق امروز صبح کلیسه صحبتش بود ربی روخ هم میگه که وقتی اسرائیل گیر کردن سر قریت یمسوف فریاد تفیره خودم به درگاه هشم فریاد زدن به درگاه هشم رشی میگه که اینا اومدن چیکار کردن؟ اومدن اومانوت اویهم اومدن پیشه پدرانشون به کار بردن و رشی میاره یه وقتی میدونیم ابراهام چیز بود ابراهام گیر بود تفیله میکنم به درگاه هشم یتخاق نمیدونم بچه دار نمیشه تفیله میکنم به درگاه هشم یعقوبینو گیر بود همش تفیله اینا اومدن چیکار کردن؟ چون میدونیم مثلا تفیله رو شخری تا ابراهامینو تقرنا کرده واسه ما مینخار یتخاقینو عربیت و یعقوب میگه نم اومدن رفتن چیکار کردن؟ اینجا وقتی اسرائیل گیر کردن وقتی سر قریت یمسوف بود and it's amazing what he says اینجا به سر قریت یمسوف اسرائیل میدونیم اصلا هیچ راهی نداشت راهی تو زندگی خودش هم این همچیزه گیر میکنه هیچ جلوشون آب بود این ور اون ورشون هم حیوانات وحشی بودن پرعود لشکرش هم از پشت از هر طرف محاصره هیچ جایی نداشتن تفلا خود به منگاه هاشه بعدن رشی میگه که خب این میگه این پیشه اسرائیل هاست اسرائیل ها اسرائیل ها ابراهام و یعقوب هم اونم هر وقت گیر میزنن تفلا خود هم تفلا خود هم ربی روخ هم میگه how could you compare ابراهام و اینو نوشته و یشکم ابراهام و بوق رای ابراهام اینو صبح زود بلند میشه میره با هشم راز و نیاز میکنه آرامش peace tranquility یتخابنو چی نمیشه و یتسه ایساق و سوخت بساده رد اینا در کمال آرامش در کمال چی اینا چجوری میتونی مقایسه بکنی با حالت که اسرائیل ها سر قریت یمسوف اصلا جون اصلا they're totally desperate اسرائیل بیورخا میگی که بدون ابراهیم و یعقوب هم تو اون حالت آرامش که تفیلا میخونن احساسشون از در احساسی اینن مثل اسرائیل ها سر قریت یمسوف یعنی ببینید آدم در هر لحظه زندگیش باید بدونه که جدن هر چی داره دست عقابش برو خوه هر داره نفس میکشه نفس هر چی داره بهش میده الکل نمیشه چی؟ کل نشامات حلل یا هللویا الکل نشیما و نشیما آدم باید اصلا چرا عقابش برو خوه انسان اینطوری آفریدیم و باید مرتب نفس بکشیم واسه شون کاری داره که اصلا مثلا یه چیزی بذاره اینا آدم خودت کالیفرنیا سن کلمون بتابه you don't need to breathe nothing شارژ بشیم واسه 24 ساعت واسه هشم کاری داره واسه یک عمر چیز کنه چرا باید هشم مکانیزم بدن ما رو اینطوری آفریده که مرتب باید نفس بکشیم واسه این که آدم شکرگزاری کنه کل نشما تحلل یا هللویا الکل نشیما و نشیما الکل آدم واسه هر نفسی باید به هشم تشکر بکنه و باید بدونه که هر نفس کشیدنی it's a miracle not any less than قریت یمسوف یعنی که رشی میگه این امته یعنی این وقتی اسرائیل ها سر قریت یمسوف تو اون بهبوه میدونی گیر کردن تفیلا میخونن این به سبب اینتنسیتی تفیلای اسرائیل ها مساوی بود با تفیلای ابراهیم و یعقوب وقت آرامش اونا قریت یمسوف نبودن اونا اینجوری محاصره نشده بودن ولی that you need that realization این که بدونیم و اینه this is the ultimate تو هم بسیار تا دشمایی و نیرود کنیسه اون هفته یه صحبتی بود ببینیم اینه میگه وقتی میگه قبل از که مشیخ بیاد دور از همه اصلا دیگه مارا میگه خوش و بلکه تون دوره نیست چون به خاطر تسارت و تون عرض کردم مثلا نگاه کنید جنگ جهانی اول به این بر مرتب سوگی مارا میگه بگی اینجوری میشه همه دنیا بر علیه ما میشن این میشه اون میشه و بادم لاین چی میگه میگه این لانو لهیشا این الا الابینو شبا شما چرا تو میشنه میگه این لانو لهیشا این لهیشا میشه تکیه دادن
چرا نمیگه این لنو لیسموخ این لنو لیفتوخ ربی میگه ترستمون تشتشم خواهد بود این لنو ازرا ربی تو بگی مثلا کمک ما چی؟ کمک ما از جانب هشم میاد چه جا گفته لیهیشاین لیهیشاین میشه تکیه دادن سایفه بسیار دادشوهی ببینین تکیه دادن آدم نمیتونه ریموت بکنه تکیه دادن نمیدین آمخه تکیه بده باید چسبیده باشه به صندلی آدم نمیتونه مثلا اینجوری این تکیه دادن نیست تکیه دادن چجوریه آدم باید مماس باشه right you have to be you have to cling راه دیگه نه تکیه دادن to lean لیهیشاین یعنی چجوری آدم چجوری میشنه داره وقتی آدم مماسه you have to be attached این چیزی که داره تو میشنه میگه منظورش اینه قبل از اون که واسه این چیزایی وقتی این گیولا وقتی اینا این چیزایی که میاد باید این لانو لیهیشاین باید اینقدر بهشم نزدیک باشه باید مثلا ماش دوقوت بهشم باشه لیهیشاین this is the connotation چجوریه؟ البته آدم که بدونه به قول رب نخمان برسور میگه آدم بعد تو زندگیش مثل که مثلا پیش خودش مجسم کنه مثلا سوار کشتی بوده وسط یه اقیانوسی افتاده وسط اقیانوس کشتی غرق شده whatever و موجای عظیم تو زندگی تو چیزی هستن و تمام چند به یک تار مو هم بستگی داره میگه آدم تو همچین حالتی که میدونه هر لحظه تنها چیزش فقط آقوش برا کنه تکیگاهی به جز هشم نداره So this is Lehishain, it's the same thing. Lehishain, آدم باید این لنو Lehishain, آدم باید میخواد به هشم تکیه داشته باشه. اولا باید امونه به حقادش برخو داشته باشه. هر نفسی باید احساس بکنه. حتی اینجا نشستیم مثل که الان آدم سر قریعتی هم صوفه و جدن تکیه. فقط هشم میتونه من ایجاد بده. فقط هشم میتونه نفس بعدی به من بده. Right. و همینطور آدم باید چکار کنه واسه اینکه دوقوت در هشم رو همخال میگه. داور به هشم بودن. شرطش اینه که آدم باید خسائلش رو مثل خسائل هشم بکنه یعنی باید آدم این وقت هم خداوند رخوم خنون خداوند بخشنده است خداوند ایز گیور بلخصد آن 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 اینا رو وقتی آدم چیز بکنه وقتی آدم خودش رو شبیه هشم میکنه وقتی اون خسائل حقادوش برو خواه آدم تو زندگی خودش پیاده میکنه اونه که جدن اینه میاره که آدم چکار بشه داوق باشه لهیشائن بشه که جدن بچسبه به حقادوش برو So this is که میگن اینجا وقتی میگی لمنتسیخ لداوید لحزکیر It has to be یعنی همیشه باید Always a person has to remember فقط الان نیست که داوید تو گالوته ما هر لحظه حیات هر لحظه که حقودش بر خود جدن بر خما و ربیم قلب ما میتپه نفس میکشیم بروخ هشم اینه We are able to think, to operate, to live It's مثل غریتی همصوفه So this is something این یه چیزی که میگه لحظکیر همیشه ببینید وقتی تو تورا تو نویم کتوبیم هر وقت میگه زخور هر وقت میگه زخور تو گمارا میگه که این کلمه رو گفته چون چند معمولی اینه که you are gonna forget چون این طبیعت انسان اینه که این چیزها رو فراموش میکنه مثلا کجا گفته زخور گفته زخور توی ما شبال دقت شد چون روز میدونی کاری که ما روز شبات نمیتونیم بکنیم روزهای هفته طبیعتاً کاملا مجازه روز شب روز هفته آدم میتونه خط بنویسه تلفن بزنه همه اینا کاملا واسه این یونید ریمایندر چون طبیعت معمولی میخواد با فراموش بشه واسه میگه زخور اینجا مگه میگه لحظکیر it's the same thing چون میدونی آدم چیز طبیعیش اینه که معمولا you take this thing for granted چی حرفا چیه خب طبیعتی هست و انسانی هم هست و خب دیگه آره حالا از کجا اومدیم who cares آقا هستیم دیگه آره نفس هم داریم میکشیم و صاف صاف هم دمیم راه میریم و فلان و این یتسراره ایز constantly در لشکیخ که میخواد آدم فراموشی بده که to forget که چیز نکنی که جدن اذعان نکنه چیز نکنی که من الکل نشیما هر نفسی من باید خداوند شکرگزار باشم it's a miracle هر نفس که دارم میکشم it's gift from Hashem این چیزی که میدونی یتزراره ساتان میخواد ما رو فراموش بده واسه میگه لحظکیر you need to remember it. you need a reminder لحظکیر so لمنتزخ لداوید لحظکیر الوکیم لحظیلنی Hashem لعزرتی خوشان همچون گفتیم داوید ملک داره فرار میکنه 65 سالش شبانه از قصرش توی یروشلایم
فرار کرده. ما چند سال پیش تور اونجا با وید از ربانیم شدیم، خیلی قشنگ گفت ببینین برد برد ایر داوید. ایر داوید همونجایی که داوید ملک زندگی میکرده، یه خورده میدین وقتی از کتل معراوی برین اون طرف، طرف سمت شرق فکر کنم ایر آف ایر ایر داوید اونجا. میگه ببین اینا قصر داوید ملک خب همینجا بوده، کدی منج داوید ملک از اینجا فرار کرده شبانه اومده بیرون. خیلی خیلی هم جالب بود واسه همتون باری برد یه جایی تو تلپیوت قشنگ نشون ببین ابراماوینو از اینجا وقتی از سبتن سور برشه و که مادت از اینجا رد شده قشنگ مسیر مشخص بود از اونجا در میتونه ببینه از تلپیوت یه چیز داره، یک منظره دیگه خیلی قشنگ داره، قشنگ حتما از اینجا رفته بود که بره هرم اوریا که عقدا بکنه. الان وقتی میره اسرائیل میگن اسرائیل از ریل، از ریل این واقعیه، this is it، همینجا بوده اینا، داوید الملک اینجا بوده، ابراماوینو اینجا بوده. anyway چون اینجا داوید الملک علیه و سلام شبانه بلند اینو فرار میکنه از قصرش و تفیلا میخونه به درگاه هاشم الوکیم لحتسیلنی هاشم لعزراتی خوشم، خداوندا دارم استدعا میکنم لحتسیلنی من رو نجات بده، هاشم لعزراتی خوشم، خداوندا لعزراتی به کمک من بیا خوشم که میشه با عجله. اینجا داریم obviously دوتا اسم اینجا هست، الوکیم داریم و یود که وافکه داریم. الوکیم اسم جاجمنت خداونده، وقتی خودش برو خوب با مدت دین رفتار میکنه با جاجمنت رفتار میکنه اگزکتنس، در صورت که یود که وافکه چیه؟ رحمه کمپشن، رحمه خداونده. what is داوید الملک saying؟ داوید الملک داره میگه خداونده من میدونم الوکیم لحد سیدنید، حتی اگه تو با میدای به سبب جاجمنت هم بخوای کارنامه منو مرور قرار بدی یا گانه سیف می میدونم من زندگیم دیوده دوده به هشم I know I don't deserve this I know that الوکیم لحد سیرین منتها اینجا time if is of essence واسه میگه هشم لعزراتی خوشم، اگه اقابش بخواه میدت دین میخواد باش رفتار بکنه اون وقت نجاته بیشتر طول میکشه، میدت دین که بشه میدونیم باید خب باید مثل کورت معمولی یا کورت و کورت کشیه اینجوری بیاد وکیل مدافع میاد دادستان میاد این بگه اون بگه راه تو زوار اقالوش و تو گماره میگه میگه به دین شلمه الان مثل به دین پایینه الان شما گرم میدن بابا قبول نکرد گفتم این وکیل وکیشو بزنیم کنار بیایم با همگی بشن حلش کنیم حالا برن لیدیچیشن این همه اصوره اینا لیدیکیشن چیز کردن اینا میدین ما ایسی ما تورا داریم بجرد یعنی این اهانت به تورا یعنی تورای ما که تمام میدونین تمدن دنیا رو تورای ماست باید. ما تورای ما نمیتونه مسئله اون حل کنه باید بریم کورت مثل این بر نسبت مثل توف انداختن رو تورا است اگر خب چیز داره هلخا داره اگه جدن هر طرف نخواد بیاد طرف مقابل نخواد بیاد بدین رو نخواد چیز بکنه وقتی چاره نداره ولی the first recourse should be خودمون باید بتونیم تورا داریم ما قانون چیز ما داریم به دنیا نتونیم مثلا خودمون رو حل کنیم ولی در هر صورت ببین اینجا هم همین اینجا اگه ولی چیزایی ببینین چیز رفتن و کورت رفتن فلان اینا it's a, you know الوکیم it's gonna take time در صورتی که هشم واسیم داره ببینی لعزرافی خوش اینجا it's gonna he needs quick remedy الان داوید الملک داره فرار میکنه اینا بندان میخوام بکشنش الانه که جونش در خطره اگه با الوکیم بخواد بره it's gonna take time واسه این چقدر دقیق میگه الوکیم لحتسیلنی حتی اگه الوکیم هم باشه من میدونم که لحتسیلنی you would save me ولی اینجا time is of essence واسه میگه هشم یود که وافکه راید یعنی با compassion لعزراتی خوشا please come back come fast to my rescue this is what's happening over here تو این لحظات حساسی که داره فرار میکنه و میفرماین که همینطور right یه وشو و یخپرو موقشه نفشی ایسوگو اخور و یکالمو خفتسی راتی کلمات داوید الملک بسیار بسیار دقیقه ولی پاشو پشت چی میگه یه وشو و یخپرو یعنی خجالت بکشن و شرمنده بشوند موقشه نفشی کسایی که میخوان منو بکشن یسوگو اخور و یکالمو و به اصطلاح عقب نشینی بکنن و
شرمنده بشن. خفتسه راعتی، کسایی که راحت، خفتسه راعتی کسایی که طالب بدی من هستن. حالا اینجا اسویگان سی داوید الملک این افشالوم پسرشا اونقدر مقصر نمیدونه، چون دو مرتبه پدر دیگه، پدر no matter what بچهاشو دوست داره، no matter what. مثلا اون مادره که هوام کلل شورا، بله هوام کلکل شورا، بله بله ردیف نه، مثلا همون داستانی که تو بعد کتابه مال چی بود، مال پروین اعتصام چی بود، I will forget. قلب مادر، ها قلب مادر، that's right. قلب مادرم هم مادرم میکشه، قلب در میاره و میافته، اخ پسرم افتاد، right. So اینجا جالبه چون داوید اصلا حرفی از افشالوم نمیزنه. اینجا داوید جدا همه چی بلیم میکنه، which is to a large extent فقط موضوع احساسات داوید نیست، که اینجا همونطور که با همدیگه تو ناوی خوندیم، اینجا ببینین، اینجا اخیتوفل، اخیتوفل عقل کل بود، اخیتوفل یکی از مشاورای داوید بود، خیلی چیز بود، راشرا بود و ببینین و بعدن این بود که جاش ایداش مشورت میداد به افشالوم. و اینجا تو این کلمه هم، اینجا هم ببینین توی پاسوق، یه وشو و یخپرو موقشه نفشی، همین فارشی میگن که این قسمت اولش این داره راجع به اخیتوفل صحبت میکنه، وقتی میگه یه وش رو یخ برون و وقش نفشی، راید به ابراهام میگه، میگه اینجا راید میگه که اینجا منظورش نه این شبت اسرائیل که دیگه از مفارشیه، میگه ببین شبت اسرائیل توضیح میده، میگه یه وقتی گفته که اینجا وقتی میگه یه وشو و یخ برون و وقش نفشی نجو بخی توفله ایسوگو آخور و یک کلمو خفت راعتی، این شمی بن گراس، شمی بن گراس کی بود؟ فوش مرد همه که بهش سنگ مینداخت و فوش مرد راید نفریش دلالانی برسد، اصلا این فعل جمع به کار برده، یعنی افشالم و منظورش نیست دیگه، همش فعل جمع. نه خب اینا خیلی ها بودن، اینا که تو این توته اینا سرانشون بودن، ولی در هر صورت وقتی میگه یه وش رو یخ بر، حالا بوشا چه اینجا ببینید درنا سینونیمز، چرا تکرار کردن یه وش رو یخ بر، مفاشیم توضیح میدن که یه وش رو یخ بر ایتس توکن یاوتس، میگه اینجا هوز بئر ابراهام، میگه بوشا کشیش رو ادین معنی اخلیما کشر این شو معنی، میگه بوشا تو این دنیاست، کلیما تو دنیا باز تو عالم باز. و اینجا این رجبه اخیتوفل، چون این اخیتوفل وقتی دید، ببینید چی شد، اینا داشتن فرار میکردن، داوید فرار کرد و رفت، اخیتوفل به افشالوم گفت همین امشب من پدرتو رو میشناسم، پدرتو خیلی جنگجوه، تا این پیرمرد الان خسته است بذاره من کارش تموم بکنم. اخیتوفل خودش گفت چیز گفت، بعد یکی دیگه یکی از دوستای داوید گیتی بود اسمش یادم نیست، ها کی بود؟ اوبدیا نیست، نه یکی دیگه است، یکی خوشای ها ارکی، یکی از دوستای دوئگ، دوئگ هم دشمن بود، فکر کنم خوشای ها ارکی اشتباه نکنم، یکی از دوستای داوید با اینه رفته بود خودش رو بر زده بود، این گفت نه چرا امشب چه کاری بکنیم، بزنیم امشب بریم چیز میکنیم، داره فرار میکنه، فردا میریم چیزش میکنیم. وقتی اخیتوفل دید، اخیتوفل میدونست که اگه امشب داوید نزنن در تیتر به تولیت، وقتی اخیتوفل دید که افشالوم حرفش گوش نکرد، خودکشی کرد. اخیتوفل خودکشی کرد. و کسی که خودکشی میکنه علما با هم نداره، میدونی. خودکشی تو یهودیت بزرگترین عمله. کسی که البته مشاعر عادی داشته خودکشی کرده. اصلا میگن قبلش رو میکنن. اصلا ایتس گیلگول هم نمیشه. ها؟ گیلگول هم نمیشه. یعنی علام هوایی گیلگول هم نمیشه. ببینید نمیدونم گیلگول هم حتی کمکش بکنه، سوس اینا خودکشی ایتس بیگ، خیلی چیزه تو این خودکشی جدن باید بدونه اقابلش بار، خب ما همه برخلاف تمام اعتقاداتی که ما داریم، مگر اون که ببینید یه حالتی که اگه آدم میدونه که بدونه این مثلا چیز مثلا مثل متصادا مثلا شاول عمل خاصه. اون وقتی میدونه که اینا اگه اینجوری که زج کشش میکنن اون فرق میکنه. رایت. ولی اینجا obviously اینجا
وقتی که اخی توفل دید که اینجا چیزی گوش نکردن رفت خود حالا واسه این علما با نداره. واسه این دیگه چی میگه؟ میگه یه وقتی میگه یه وشو و یخ پرو موقش نفشی دیس از این راجبه دقیقاً راجب اخی توفل. چون اخی توفل اونجا چی گفت؟ اونجا گفت که اخی توفل اومد گفت که وحیکتی تملخ لودو افشالوم چی گفت؟ بذار من برم همین امشب این پیرمرد پدرتا بکشمش و قبول نکرد. همچنین افشالوم گفت نه فردا. سو این واسه این رفت چیکار کرد؟ یه وش رو یخ برو، یعنی هم تو این دنیا خجل و شرمنده شد که مشورتش قبول نکرد افشالوم، و هم علما با دیگه رسید شرمنده و چیزی که جواب نداره است. سو دیس از ریفرینگ تو اخیتوفل. و بعدش میگه چی؟ و یکلمو خفتسی راعتی رایت شبتی مصریان میگه که این it's referring to شیمی بنگرا و یکالمو، یعنی شرمنده بشن کسایی که بدی منو میخوان. این منظورش شیمی بنگرا شقیللت داوید گلرانی برسد. وقتی داوید امالیخ داشت فرار میکرد این اومد و چیکار کرد؟ اومد هیچ داشت نفرین میکرد داوید، پادشاه داشت نفرین میکرد، بهش سنگ میداخت و اینا یاران داوید میخواستن بکشنش. داویدشون چی گفت؟ ولش کنید. و اینه باید همه ما باید رو زندگی خودمون پیاده بکنیم. داوید گفت ببین این هشم گذاشته رو دهنش نفرین کنه، داره نفرین میکنه. ولش کنید. ولش کنید. اگه هشم نمیخواست که این نمیکرد. الان خیلی وقت میدم توی حالا ممکنه منم خواهر شوهرش باشه. اگه اون رو تو هر کسی میدونه هر کسی تو زندگیش یه شیمی بنگرایی داره که بهش سنگ میندازه، بهش بی احترامی میکنه، فلان میکنه. اوکی اینا یکی ببینید without this you cannot grow. مشربین علماء شالوم هم ببینید اگه داتان و اویرام تو زندگیش نبودن که هر کاری بخواست بکنه میرفتن go under his skin to kill it. هر کاری اینا همیشه اونجا بودن که ببینید بر ضد مشربین رو برن. مشربین میاد میگه که ببینید روز شبات ما نخواهد بود. اینا چیکار میکنن؟ میرن مانای دیروز رو که جمع کردن میرن روز شبات همه جا پخش میکنن. رایت right? که چی میخواستن؟ میخوان they were just there to go under his skin. ولی I'm sure اگه داتان و اویرام تو زندگی موشه نمیگیدن موشه نمیشد. یعنی رمخال میگه ساعتای قدیمی یه وقتی ساعته بود ساعته کی بود بهش میگفتن؟ شما هیچ وقت متولد نشده بودین وقت همچه ساعتهایی بود. حالا ساعت کوکی چجوریه؟ ساعت کوکی میدونی چجوری بود؟ یه فنر توش داره که عقربه میاره جلو، ولی بعدن یه مکانیزمی هم داره که این عقربه رو نگه میداره که عقربه مثل کریزی همچه بابا 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 نرن جلو، باید یواش یواش بره جلو. ببین اگر این ترمز نباشه ساعت نیست. اگه این ترمز از این ساعتهای قدیمی اگه اینا رمخال این نمونه رو میده تو دهتون خودش ساعت‌ساز بوده. نه آها خودش ساعت‌ساز. آره میگه ببین همونطوری که تو ساعته باید یه ترمزای اونجا باشه، اگر نه عقربا مثل دیوونه رو بابا دیگه اصلا اینا. همینطوره میگه تو زندگی باید بدونیم رع بدی ها ناملایمات زندگی یسوریم تمام اینها اینا مثل ترمزای هستن لازمه، اگر نه ساعت نیست. این هم بین آدم ناملایمت زندگی مشکلاتی که آدم باشون باش هر it could be all kinds. اینا همه شون ببینین اینا همه شون تسته، اینا چیزی هست که ببینین آدم باید قوی باشه با امونا تو تکل دمان تو گاه نید challenges. It's challenges without this ساعت نیست. اینجا هم ببینین واسه هم این داودم بلخ میگه ببین این داره برای نفرین میکنه، داره سنگ میگذار بلش کن ای آبونی کردم اتبانا کفارت اوانات کبارت عبارت رو برش کنیم. هشم بهش گفته بکن. رایت. یه چیز آدم میدیم مثلا خب آدم تو هر حالتی باید سر کنه حقیق خودش رو بگیم. من مثلا به نفر داشتم صحبت بکردم مثلا پرومن پروشا خوردن این گفتم ببین گفت چیکار کنم اینا. گفتم ببین تو از نظر اول ببرش بدین. اگه بدین نخواست بیا ببرش کرد. هم به طرق قانونی و شرعی سر کنه حقیق خودت رو بگیری. ولی اگه نتونستی هم چی؟ اگه نتونستی شاید پول ناکاشری گیرت اومده بوده و از گیر باید بره بیرون. اگه هشم نمیخواست که این نمیشد. اگه هشم به شیمی بنگران نگه که نفری کنه که نفری نمیکنه. متوجه هستی؟ ببین it doesn't mean که آدم از خودش دفاع نکنه از خودش. نه آدم باید تو هر حالتی سعی کنه طبق حلاخا تو طرق مشروع
به طور قانونی حق خودش رو بگیره. ولی وقتی یک چیز میکنی دستش میگه جای بند نیست، باید جدا تسلیم اراده هاشن بشه. خیلی الان نشته مثل باب دمله ولش کنی. این داره نفر اگه هاشم بهش نگفته بود نفری میکنه، نفری نمیکنه. سو این ببینید this is the second half of the pasuk. اینجا که وقتی میگه که یسوگو اخور و یکالمو خفت سیراتی، میفهمین که این منظورش میبنگراست. چون جالبه که وقتی داشت چون بنگرا داشت نفری میکرد داویده بهش چی میگفت؟ هینخا براتخا که ایش دمیمتا. پادشاه میگه، میگه آه این را خوب بدی داره سرت میاد چون تو خودت ایش دامیم هستی، آدم نمیدونم تو خون ریختی و حرفات بی خود. سو این کلمه راتخا را کی استفاده کرد؟ شمی بن گرا. واسه این دوید امیلخ چی میگه؟ میگه تفیلا میخونه به درگاهش، میگه خداوند دار رایت. الان دوید امیلخ الان ایتس فرش، الان شمی بن گرا نفرینش کرده، الان دیگه همه شبه هست. میگه تفیلا میخونه، میگه خداوند چی بشه؟ یسوگو اخور و یکالمو، یعنی عقب نشینی بکنن و شرمنده بشن. خفته راعتی به چیز ریفرین تو شیمی بنگرا و میفهمین که جدر همینطور هم شد، یعنی شیمی بنگرا کشته نشد. ببینین قسمت اولشو میگه چی؟ یه وشو و یخبرو میبخش نفشی، اونه که میخواستن اون اخیبول که خودخوشی کرد. ولی اینجا میگه اینا عقب نشینی بکنن، شیمی بنگرا عقب نشینی کرد. بعد از این جریان شیمی بنگرا اومد به دست و پای داوید افتاد، معذرت خواهی کرد، فلان کرد. سو ایت هپند، یسوع آخر عقب نشینی کردن تفیل داوید الملک کاملا اجرا شد. واسه داوید الملک نکشتش، داوید الملک ولش کرد. البته بعدن شلومو الملک چیزش کرد که به اون تقاص چیزی که باید برسه رسید. ولی اینجا ببینید چی دیدید، معنی چی عمقی توی این پاسور تهیلیم هست. سو به عزت شما I hope next week we'll finish این میزموره را یک چند دقیقه هم حلقه های موعد مبارک پسخا شروع کنیم. حداقل بدینیم که دو شبات نفتی که میاد روش خودشه، روش خودش میسنه. هر سال باید حلقه های پسخا تکرار میکنم، هر سال باید حلقه های پسخ مرور بشه. سو میدونیم ایام ماه نیسان ایام متبرکه و ایام شادی هستن در گذشته، حال و آتیه. تمام ماه نیسان ما تخنون نمیگیم. در ویدیوی هم شبا وقت میخوایم بریم شو باید چون نمیتونم خانمها که آبایی ندارن که ویدیوی بگم، ولی ما آقایون ما ویدیوی میگیم قبل که بریم بخوابیم. میگیم اگه خدا نکرده بی احترامی به خانممون کردیم، چیزی کردیم، آشم رو باید نو. سو روشخورش سه شبات، بعد از سه شباتی که میاد به بعد، یعنی ما دوشنبه شب هم دیگه ما چیز نمیگیم، ویدیو نمیگیم. و سه شبات روشخورش نیسانه و تمامی ماه نیسان ماه خوشیه. و از این نظر که ببینیم وقتی که چه عجب، چون مشربن الله و شلوم میشکنم روشخورش نیسان افتتاحش کرد، خنکت بیت بود. و بعد 12 روز اول نیسان هر روز هم هر روزش جشن بود، یکی دیگه از نسیم رؤسای اسبات هر دایی می آورد. مثلا ما قرات کسف می خونیم. 13 هم که میشه ایسروخگ به اصطلاح جشن اینا بود. 14 هم که آدینه پسخه. و به تمقداش سوم ما یک تردیشن داریم که انشالله همین امسال تو خلماه ساخته میاد پایین پریفن. حالا چون تو موعد نمیشه جشنشا گرفت، جشنش میفته درست بعد از موعد. پس درست بعد از موعد پسخ هم انشالله 7 روز جشن افتتاحی مشکا نداریم، به تمامشو داریم. سو اینه که میفرماین تمام ماه نیسان میدونی ما چیزای اولوت و اینا نداریم، یعنی اولوت که بگیم نداریم، یعنی جشن چیز نمیگیرن. مجلس ترهینی که میدونین مردم ناراحت بشن و گریه بکنن اینه نمیگیرن. واسه مثلا اگه چیز باشه دیبرتورا میگن فقط. و چون اینها ایام خوشیه و واسه همین ویدوی و نفیلات هم لداوید نمیگیم، لمنصیخ نمیخونیم، تفیلات داوید نمیخونیم، تفیلات تغییراتی هست، ویدوی گفته نمیشه رایت. و چون این میزمورایی که ما آمیت میکنیم حرف از یوم تسارا میزنه و ایام نیسان هم چون گفتیم ایام شادیه.
سر خاک هم نمیرن ربا این یکی بله؟ سر خاک نمیرن سر خاک نمیرن واحد نیسان تمام این یکی واحد نیسان نمیرن قبلش میرن کس که چیز داره قبلش میره برای تو خدا نهیم بی وقت نباشه اگه چیز باشه که من میرن اگه دور از همه اگه کسی اولام بره که میرن ولی برای سال نه سو همینطور در مهندسان این میتونیم تهنید سیبور ما تهنید جماعتی مهندسان نمیگیریم منتها تهنیدی هست که اگه اون وقت بیفته میگیرن مثلا یوم ببینین خیلی واجبه که آدم سال پدر مادرش بی وقت نباشه اگر از نظر مزاجی تهنید گرفتن واسش مجازه خوب تهنید بگیره حتی اگر رایت حتی اگه مهندسان هم بیفته تهنیتا میگیرن و همینطور رایت ولی تهنیت خلوم هم میگیرن کسی که خواب بد ببینه البته خواب بدی که میدونیم که چیز نداره کسی مثلا تحت استرس نیست خانم هایی که مثلا آبستانه همیشه نایتمر دارن که هیچ رایت ولی کسی که مثلا میدونی اینجا دارن out of blue استرس مثلا فوق‌العاده هم نداره یه خواب بد ببینه و خواب بدی که تو شوخان رو خومده میگه اگه فکرشو نکنه که امشب خواب رو ببینین که مثلا خواب ببینه که روز کیپور وقت نئیلاس و تورا در آوردن اینا میگن چیزیه که باید تهنیت بگیرن و میگن که اصولا واسه خواب بد خواب شوم تهنیت کس که از نظر مزاجی بتونه مثل آتش که پنبه رو بسوزونه است میگن حتی شبات هم میگیره و این خوابای استثنایی باید شیلا پرسید سو اینو میگم تنید خلاما میگیرن یعنی همون صبح که بلند شدم بله تنیدو شروع کنم رایت سو اگه شب با تنید میگیرن بعدش باید یه تنید دیگه هم بگیرن که چرا شب با تنید گرفتن اگه یادشون نباشه بخورن چی میشه روز دیگه بگیرن ببینید اگه نه این تنید خلام فقط همون روز کار میکنه ای اگه دم یادش رفت یه ذره گذاشتش تو دهنش اما تنیدش تنیده ولی مثلا یه پرس قضا کامل خورده وقتی که این طوله ولی ببینید دو مرتبه اینه چیز نکنید این تنید این تنیدی که میدونین که تنید بگیرن خوابی که تنید بگیرن آدم این اول اگه مثلا دیر وقت شب قضا خورده نایتمر داره هیچ اگه دم استرس داره نمیدونم چیز کرده نایتمر گرفته هیچ اینا بعد دیسکاونتش کرد ولی اگه جدن out of blue هیچ کنون اینا نبوده و همچه تهنیت گرفته همچه خوابی دیده تهنیت میتونه خیلی موثر باشه همینطورم اگر کسی که ازدواج کنه در ماه نیسان میدونیم که روز ازدواجشون تهنیت گرفتن واسه داماد خیلی واجبه واسه من اگه ماه نیسان هم تهنیت میگیرن میفهمیدن که در ماه نیسان هم تهنیت این تهنیت را میگیرن همینطور میدونیم که ما در ماه نیسان همونطور که برام فرمایید ما باید از خودشون خود تشکر کنیم برای محباتی که برای ما آفریده و ماه نیسان اول بهار ما بیکت ایلانوت میگیم و واجبی خانم همین برخواه بگم بیکت ایلانوت It's a beautiful beautiful برخواه و اگه یاخیلی هم میشه گفت یاخیلی هم میشه گفت شرایط داره باید حداقل دو نوع درخت میوه که قنچه کرده و هنوز میوه نکرده اونجا باشه باید قنچه داشته باشه ولی اگه میوه داشته باشه اگه همه چی داشت برگ چی داشت ریخته و همش میوه شده دیگه نمیشه اگه قنچه داره هنوز جوونه داره قنچه داره هنوز براخره میگن و براخره خیلی کوتاست رایت شروع خیصه حالا اینا چیزه دیگه هم مثلا پتخلی ها میخورن قبلش قدیش میزنن اینا دیگه متخلفاتشه و اینا واجبه که همونش که از شد خانم هم سعی کنن که براخه را بگن تشکر از اقودش برو خوه برای طبیعت زیبایی که برای ما آفریده باید حتما درخت همونش گفت درخت میوه باید باشه هرچقدر به سال سلکشن بیشتر و بهتر باشه ایت بدر همونش که از شد نشی میوار خود بکتا اینا نوت چون مدیت زمانی نداره واجبی خانم هم بگن این براخارم و رایت و بعدش دیگه میگه شروع میکنیم به دقت خامت شروع میکنیم دیگه شاید خیلی از خانم ها شروع کردن already we have the Pesach blues you know to look که الان کاری که باید کرد باید همینطور سعی کنیم که
طوری برنامه ریزی کنیم که خامتسامونا تا قبل از پسخ بره خواب کنیم. رعایت کردن بید هر چند آدم میتونه خامتسام بفروشه تو پسخ، ولی بهتره که آدم میده مثلا ماکارونی، نمیدونم اینجور چیزا، کرکرز، سیریال، اینا را نه، بهتره که اینا را نفروشن. یعنی چیز نکنن که اینا را بهتره که سعی کنیم که بره خواب کنیم. تو اون وقت اگه چیزی هم موند اینا وقتی چیز میکنن بدیم واسه هوملسا اینا. چون it's the best thing is که آدم حداقل خامت گامور پسخ نداشته باشه. مشروبات الکلی I cannot say، نمیدونم بگم برخاش کنن تا پسخ میترسم. بس اگه که how big of a bar people have، right؟ اونا را میشه فروخت، اونا را میشه آدم چیز بکنه و قجادن فروختن هم ببینیم. بهترین کار اینه که اگه مثلا میدی چیزی زنی و بتونه فیزیکلی این را از خونه ببری بیرون، that's the best. مثلا مشروع در کلی نه، مثلا یه خوزه یک کسی اونم میدید یا کسی دارین، the best thing is تو خونه ندارو بهش بفروشین، جدا بهش بفروشین، مثلا این بیانه هم ازش بگیرین، بعد از ماندن بهش بگیرین یه بقیه پولا بیار قیمت خوب هم بهش بفروشین، از این بهش دیسکانت بده. So this is the best. ولی البته راهی هم هست که میشه همونش که خامت تو خونه خودمون هست یه جای بذارمش و بفروشمش، ولی منظور که از الان باید یه خورده بدونین چیز کرد، به خصوص بعد از پوریم همه خونه پر این میشلخمان اتاق پر خامت بارونه، که سعی کنیم اینا را خامت منیجمنت بکنیم به یک طریقی که ویدات اینه که برتشکیل هم نباشه. این حیف آدم ها غذایی درست بگیرید، آدم اصلا سوزوندن آدین پسخ یه ذره چیز بکنه کافیه، یه ذره کوچیک خامت چیز میکنن حیفه، برتشکیل آدم ویست کردن ناشکریه. حتما سوزونده بشه نمیشه، میشه ولی طبق قبلا به خصوص خیلی به نه یه چیز سمبولیک داره، چون این خامت مظهر یتراره است و یتراره پادزهرش تورات توراتشه. اینا چیزایی طبق قبلا فشور اینا، ولی نه مجبور نیست که میتونستم بریزم سر هم بیرون که بیان مثلا پرنده هم بخورن و اینا و چیز بکنن، اونم میشه ولی این سوزوندنی یه ذره شاید تو بتمقاش هم میسوزوندن، به تمامش هر روز نون می‌سوزوندن تو بدن بخش. سوزوندن نمی‌دونی چیز نیست، بی احترامی نیست خاص بخلیدا. اینکه بتمام آ سخت جو آتیش درست کنی بزن. اینجا تو پیکا که می‌دونیم بغل چیز اونجا چیز. مثلا آتیشو گرفتی رو گاز دیگه نمیشه بکنی کارو. دیگه نمیشه فویل گذاشون. نه در تو بک یاردش یا اینجا چیز می‌کنن تحت کارسال می‌کنن اینجا تو پلی بین دیوید جولیان پارکینگ لاته هست هر سال خدا همونشون بده چیزشون میکنن اینجا چه یادم تو بکیاردش یه ذره اینا میگم، ولی نباید اصلا خامت زیاد، فقط این 10 تا کوچه هایی که میگیم که باش بدیرات خامت میکنن. سو انیوی بعد ولی شروع کرد خونه به اصطلاح چیزا را بیور خامت کردن، اتاقا را، کشوها را، این ور اون ور، و که جدا آماده بشیم به ذاتش برای پسخ. و البته میدونیم که اینها چیز سمبولیکه، همون طوری که داریم خونه رو بیور خامت میکنیم، بعد وجود خودمون اما از انواع خامتهای مختلف از جمله لباسهای ناجور. این خامت چیه؟ خامت یعنی یتراره it's all over، right؟ جدی میگم it's amazing. فعلا الان تو متصم on the internet داشتم چیزی نگاه میکرد که روبای ادرت نمیم بشنسیمش تو great neck، یعنی یه چیزی بوده اونجا بس که I didn't know anything about it. یه دفعه یه جشن تولد گرفتم توی خونه شب موعدم، شب تهنیت بوده و نمیدونم میکس دنسینگ رو رفته اونجا بودم به هم زده و it's a lot of news about it. ولی ببین این جدن این طرز لباس پوشیدنه یکی مماش بیور خامتش باید کرد. این بزرگترین خامت اینه، بزرگترین خامت باور کنید خامت نیمه این چیزی هایی نیست. خامت چیه؟ خامت مزر یه ترار هست. Like, I cannot think of a bigger خامت زنده. این خیلی مهمه. خانم ها باید جدن بیور خامت کنن، باید کمد لباسشون هم بیور خامت بکنن. نه باید با عرض کردن، باید به خصوص خانم هایی که میدونین امونا دارن شومر میتفوت هستن، باید قلوششن بکنن، باید شیک لباس بپوشن، بیون که نشون بدن، بقیه نشون بدن که دزن اینا برین اصلا بریم تو نیویورک تو محله مذهبی ها و اینا برو پارک ها اینا همه فنسیست لباس ها اونجاست تو اووردن. ولی این بزرگترین خامت ایناست.
یه خامت بزرگی هم تلویزیونه. اگه دلم بخواد بیور خامت بکنه. اوه خامت گامور، خامت گامور.